بله، مرسی، خیلی ممنون. خب ببینید دوستان، بحث حقوق بشر و به خصوص روی ماده یک که یکی از اصلی ترین و اولیه حقوق انسان هاست. من قبل از اینکه به خود ماده یک برسم، اول عنوان میکنم که ما انسان ها وقتی به دنیا میایم با حقوقمون به دنیا میایم، چون هر انسانی که به دنیا میاد یک سری حقوق داره. این حقوقشون مثل مثلا نفس کشیدن، مثل دیدن، مثل شنیدن، مثل عرض کنم حرکت، مثل رشد. اینا حقوق ذاتی ما انسان هاست که این حقوق ذاتی با ما به دنیا میاد. من برای این که بگم چون ذاتیه یا طبیعتیه، چه میدونم یه بچه‌ای که به دنیا میاد یه گوشه اگه بذارید فقط اون غذاشو بهش بدید، بعد 6 ماه میبینید که رشد کرده، راه میره، سعی میکنه حرف بزنه، بهتر میبینه، 4 دست و پا راه میره. اگر 1 سال، 2 سال، 5 سال بگذره میبینی ایستاده، داره حرکت میکنه و فکر میکنه. همه اینا خود به خوده، یعنی اینا دیگه آموزشی نیست، اینا اون چیزاییه که در ذات انسان وجود داره. پس ما انسان ها یک حقوق ذاتی داریم که در بدو تولد در کنار ما و همراه ما و با ما به وجود میاد و این حقوق و تلاشیه که ما بچه های، یعنی تمام انسان ها باید تلاش کنن که با حقوقشون آشنا بشن و خواهان حقوق شهروندیشون بشن. این جمله من رو دقت کنید، خواهان حقوق شهروندی بشن. حالا خود حقوق شهروندی وظیفه جامعه است که تمامی امکانات و روشهایی رو ایجاد بکنه که حقوق ذاتی ما سالم رشد کنه. حالا این وظیفه کیه؟ جامعه است، از کوچکترینش تا بزرگترین نقطه جامعه. کوچکترینش میشه خانواده، بزرگتر محله، شهر، استان، ایالت، کشور، قاره، بچم کل دنیا. یعنی همه اینا وظیفه دارن جوری رفتار بکنن که این حقوق ذاتی تک تک ماها رشد سالم داشته باشه، یعنی بتونیم سالم فکر کنیم، سالم زندگی کنیم، سالم عرض کنم که تحصیل بکنیم، سالم رشد کنیم، ورزش بریم، بدنمون رو بسازیم، عرض کنم که سالم تغذیه کنیم، دیگه تمام امکاناتی که وجود داره. حالا من چرا گفتم که بایستی در واقع حق ذاتیمون رو بدونیم و مطالبه گر بشیم که حق شهروندی ما رو از بین نبرن؟ یعنی ما وقتی که آگاه شدیم که حقوقمون چیه و حق ذاتیمون چیه و به دنبال این هستیم که این حق ذاتی ما باید رسیدگی بشه، باید کنترل بشه، باید امکانات در اختیار ما قرار بگیره، یعنی باید دولت برای ما امکانات تحصیل ایجاد کنه، دولت باید برای ما به اصطلاح سقف زندگی ایجاد کنه، نحوه زندگی، بهداشت، عرض کنم همه اینا رو وظیفه دولت مرداست یا وظیفه جامعه است که برای ما پیش بینی کنن و این کار رو در اختیار ما به عنوان یک انسان قرار بدن. و طبیعیه وقتی این امکان رو قرار میدن، حق گرفتن نفس ما رو ندارن. یعنی اولین اتفاقی که در بدو تولد ما میفته اون نفس کشیدنه و این جزء حقوق ذاتی ماست. و من باورم بر اینه که حتی اگر که اونایی که دین باور نیستن یه نگاه دارن، ولی اونایی که دین باور هستن هم وظیفه دارن باور کنن که این حق و خداوند بهشون داده، به اون انسان داده و نمیتونن بگیرن. حالا نگاه نکنید که دستور میاد، نمیدونم فتوا میدن، چه و چه و چه، اینا رو ما میذاریم کنار. پس الان متوجه شدیم که ما یک حقوق ذاتی داریم و یک حقوق شهروندی. حالا به هر حال این حقوق ذاتی و این حقوق شهروندی تاریخچه وسیعی داره که من اصلا به تاریخچهش نگاه نمی کنم، ولی در سال 1948 بهترین اتفاقی که برای انسان در رابطه با انسان و انسانیت افتاد همین اعلامیه جهانی حقوق بشره که بشر برای خودش و برای آینده خودش تصمیم گرفت.
پس بهترین تصمیمی که بشر تا کنون برای خودش گرفته همین سیماده است. البته این سیماده 100% با بزرگتر شدن جامعه، با رشد جامعه، تغییرات فرهنگ شاید تبدیل بشه، بشه 50 تا، شاید بشه 100 تا، شاید نباشه نیازی بهش دیگه، بیاد کمتر بشه، ولی به هر حال این ضرورتی که الان هست حدود 72 ساله که در جهان داره حرکت میکنه به عنوان سیماده اعلام جهان حقوق بشر، اینا در واقع جزء حقوقیه و جزء حقیه که برای ما عیان کردن و ما با مطالعه کردن اینا پی میبریم که کدوم حقوق ذاتی ماست و کدوم حقوق شهروندی ماست که مطالبه گر باشه. من میتونم اینجوری صحبتم رو ادامه بدم که خود اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده اولش به وضوح اعلام کرده تمام افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با نسبت به یکدیگر با روح، البته تو خیلی جا نوشته برادری و من 100% مخالفم، من معتقدم باید بگیم با روح برابری رفتار کنن، یعنی ما مبنامون برابر بودنه، مبنامون یک شکل بودنه، در کنار هم بودنه، بدون هیچ گونه برتری کسی به کسی دیگه‌ای که داشته باشه. خب ما اگر بیایم نگاه کنیم ببینیم که خب چه اتفاقایی الان افتاده، یعنی الان بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد از حدود مثلا 60 خورده ای سال، اومدن سازمان ملل اومده یه طرحی داده برای اهداف 17 گانه، سند یونسکو، سند 23، که یک پیشبینی کرده که بتونن یک سری فرهنگ های جامعه رو یکسان بکنن. به همین دلیل اومدن سند 23 یونسکو رو پیش بینی کردن، از سال 2016 به تمام کشورها اعلام کردن و خواستن از کشورها که اینا رو این 17 مورد رعایت کنن که ما بتونیم تا سال 2030 یک شکل مشترک بتونیم داشته باشیم، یک فرمی. این هم قدم اوله، هنوز خیلی کار داره، نه اینکه فکر کنیم تا 2030 همه چی درست میشه، این خبرها نیست و این اول راهه، ولی مهم همینه که داریم کار میکنیم، داره کار انجام میشه روش. برای همین ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که بحث برابری هست، عملا در 3 تا هدف سند 23 یونسکو روش کار شده، مثلا هدف 4، هدف 5، هدف 10. این 3 تا هدف به ویژه در رابطه با بحث برابری داره کار میکنه. مثلا در هدف 4 میگه بایستی دولت‌ها تضمین کنن که آموزش فراگیر، یعنی همگانی، عادلانه و برای فرصت‌های یادگیری هم برای همه ایجاد کنند، برای مادام العمر، یعنی برای همیشه، یعنی هر کسی بتونه از کمترین سن تا بالاترین سن بتونه آموزش بگیره، آموزش داشته باشه، یاد بگیره و به طور عادلانه بدون به صلاح حب و بغض و قرص. که دیگه من نمیخوام برم وارد مثال جمهوری اسلامی بشم، چون اگه بریم اصلا سیستممون به هم میخوره، چون اصلا اولین چیزی که در جمهوری اسلامی شما نمیبینید راجع به آموزشه، که اصلا خیلی عالی اومدن یک غیر انتفاعی هم درست کردن و بعدش هم دیگه همه شده پولکی و دیگه اصلا این که الان هم خودمون آمار دارن، خودشون آمار میدن که نزدیک 3 میلیون کودک داریم که اصلا تحصیل نکردن و توی خیابونا ول هستن و داستان کودکان کار هستش. این هدف چهارمه. در هدف پنجم هم در واقع اصرار بر اینه که یک کاری بکنن دولت ها باور کنن جنس ها با هم برابرن، دیگه یک جنس برتر بر جنس دیگه برتر نیست و بدونن که زنان، مردان همه توانمندن و میتونن در کنار هم دیگه به اصطلاح به طور یکسان زندگی بکنن بدون این که برتری داشته باشن. در هدف دهم هم در واقع یه نگاه کرده به مسئله این که کشورها نسبت به هم برتری احساس نکنن، یعنی آمریکا نه که من خدا یا دنیا هستم، یا روسیه بگه من بزرگ همه هستم، یا ایران بگه من رئیس کل مسلمین جهانم و و و مسائل مثل این، یعنی این فرهنگ باید تغییر کنه، یعنی هم
علاوه بر اینکه در افراد هست، باید در سیستم های دولتی و سازمان های سیاسی هم این اندیشه به وجود بیاد که نگاه برتری و نابرابری رو در جامعه رشد ندن. خب حالا این بحث که الان داریم میکنیم در رابطه با این موضوع، من یادآوری میکنم که شما قانون اساسی جمهوری اسلامی اگه نگاه بکنیم، الان من میرم بحث قانون اساسی رو میکنم، در رابطه با ماده 1 اعلامیه جمهوری اسلامی خیلی صحبت های قشنگی کرده. یعنی در اعلامیه، در قانون اساسی ما وجود داره، من براتون چند تاشو میخونم، براش وجود داره، بحث برابری است. مثلا در اصل 3 شما به راحتی در بند 1 میگه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی. بعد ماده 3 آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تعمیم آموزش عالی. باز همون اصل 3 بند 6 محو هر گونه استبداد و خودکامگی انصاف طلبی. اینا اصل برابری ها دوستان، یه ممکن نکنید که دوست داده در واقع کسی که داره برتری به خودش میده و به بقیه میخواد نظارت بکنه یا برتری خودشو بهشون اعمال کنه. یا باز در همین اصل 3 بند 9 ببخشید میگه که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. یعنی اصلا عین ماده 1 با این فرق که اینا در قانون اساسی گذاشتن و معتقد بودن که در زمان پهلوی چون نابرابری بوده اینا رو برطرف از بین ببرن و بخوان انجام بدن. این اصل 3 ماده 9 و بند 9 مزد میخوام. و همینطور اگه بیان نگاه باز در همین اصل 3 بند 14 میگه تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. اصلا فوق‌العاده است این قواعد، این قانون اساسی جمهوری اسلامی فوق‌العاده است. خب پس در اصل 3 اینا رو میبینیم و عملا هم در اجرا میبینیم که اتفاق نمیفته. یکی از دلایلش اصل 4ه دوستان. در اصل 4 خیلی بامزه است، عنوان میکنه که تمام قوانین مقررات در دولت جمهوری اسلامی بایستی بر اساس موازین اسلامی باشه. خب این خودش در واقع با همین یه جمله که اصل 4 است یا تمام اون قواعد رو بین میبره دیگه، چون میگه که قانون اسلام میگه. اسلام هم چیکار میکنه؟ اسلام هم یه عده معمم هستن به عنوان آیت الله یا عرض کنم مثل آخوند یا هر اصطلاح دیگه که میخواید بذارید، اینا نشستن یه سری قواعد اسلامی رو دارن مطرح میکنن که 99% من درآوردیه، یعنی خودشون در میارن خودشون میگن. و این اون قضیه یه که در واقع باعث میشه قانون اساسی هم انجام نشه و رشد در ذهنها به وجود نیاد و جامعه ما به جای رشد پسرفت بکنه، یعنی بره به عقب و ممکنه خیابونهای جدید، ساختمونهای جدید، نمیدونم کاخهای عجیب غریب درست کنن، ولی از نظر فرهنگی، از نظر ذهنی ما رشدی در جامعه نمیبینیم با توجه به این اتفاقایی که افتاده. حالا اگر با اصل 4 قانون اساسی ما نگاه بکنیم، میبینیم که چون گفته با اسلام دیگه، میایم میبینیم که چه اتفاق میفته و چه برابری های از بین میره. در خود اسلام عنوان شده که مرد برتر از زنه و زن به عنوان حالا برده میگن یا ملک زراعی میگن و و و و انواع اقسام اصطلاحات رو استفاده میکنن. اصلا بدتر میگن زن نصف آدمه، این اصلا شسته و رفته. حالا بقیهش رو بخونید ببینید چیه. و این قضیه که به عنوان این عنوان میکنن، این در واقع یه بخشی خودش نشون میده که اون قواعدی که در بند اصل 3 عنوان کردن میبره زیر سوال.
حالا در یکی از مواردی که واقعا در اسلام، اسلامی که ما داریم، جوام شیعه 12 امامی، نمیدونم شیخی، نه معذرت میخوام، اصولی که ما داریم، این در واقع مبنا رو بر این گذاشتن که ما یک مرجع تقلید داریم و ما باید همه مقلد اون باشیم، یعنی ما باید از اون شخص تقلید کنیم. یعنی در واقع منی که یک انسان هستم بلا فاصله وارد دین که میشم تبدیل به یک هیچی میشم، یعنی به عنوان یک انسان حق فکر کردن از من گرفته میشه، حق تصمیم گیری از من گرفته میشه، آزادی من از دست من میره و در اختیار یک مرجع تقلید قرار میگیره و من باید از اون اطاعت کنم و من باید در اختیار ایشون باشم. این مسئله تقلید مسئله وحشتناکیه، یعنی در واقع با این مسئله تقلید ما انسانها رو محو میکنن، یعنی ذهنمون رو بمیرن. حتی بگم در اسلام هست، در سایر ادیان هم هست، فکر نکنید نیست، در تمامی ادیان، برای اینکه هر دینی که شما بیایید نگاه بکنید ببینید یک نفر اونجا مسئول ترویج این دینه. حالا من میگم به اصطلاح دینبازان یا کاسبکاران دینی، حالا اسمای مختلف دارن، یه جا میگن ملا، یه جا میگن کشیش، یه جا میگن مغ، یه جا میگن خاخام، یه جا میگن موبد و و و و امدا اقسامی اصطلاحاتو دارن و اینا کسایی هستن که فقط نشستن قواعد میدن و اگر شما یه سوال استثنایی ازشون بکنیم، مثلا راجع به این که آقا خورشید دور زمین میگره یا زمین دور خورشید، مثل آقای گالیله که میخواستن اعدامش کنن یا مثل کوپرنیک کشتنش، یه همچین اتفاقی که بیفته بلافاصله اونا میگن اینا حرفای خداست، شما حق دخالت ندارید و ما وارد این موضوع نمیشیم. و ده ها و صد ها سوالی که واقعا در ادیان وجود داره و در اسلام شیعه اصولی اومدن اون بحث تقلید رو آوردن وسط و این خودش در واقع نابودی اندیشه است و گویای اینه که ما انسان ها اصلا برابر نیستیم، یکی اون بالاست و باید بر ما فکر بکنه. و بحث بعدی باز در اینجا راجع به سایر باورمندانه، یعنی وقتی که در خود قانون اساسی ما داریم که باورمندان مذهبی و ادیان فقط در ایران 4 تا هستن، عرض کنم که یهودیت، عرض کنم که زرتشت، مسیحیان و تازه اهل سنت هم میاد جز اینا، یعنی خود اسلام که خودش اهل سنت هم داره میاد جز اینا، یعنی اینا اونم با یک شرطن شروطایی اجازه زندگی و دارن، بقیهشون که اصلا دیگه اصلا محدور و دم و نمیدونم از این کلماتی که خودشون بلدن میگن و انجام میدن. خب اینم یه بحث دیگه است. و یه بحث دیگه که باز عدم برابری رو ما میبینیم در قانون اساسی در اصل 4 مطرح میشه، بحث عدم برابری در قضاوت هاست، یعنی دادگاهی که شما میری باید در به اصطلاح یک فقیه باید اونجا باشه، یک کسی که بتونه قانون فقه رو بدونه و باید بر اساس فقه و قواعدی هم که بر اساس فقه هست به عنوان قانون جزا در اومده و همه اینا اگر یه موقع به نتیجه نرسید بر اساس یک فرمولی به اسم قسامه یا قسامه میان وادار میکنن، حکم اعدام به یک آدمی میدن که نه جرمش ثابت شده نه هیچی، فقط با قسم خوردن چند نفر این آدم رو اعدام میکنن. یعنی در واقع عدم برابری، اینم باز جزشه، عدم برابری در اندیشه هستش. و از همه مهمتر که دیگه الان خیلی مد شده، یعنی الان مخصوصا چند سال اخیر به دلیل چاپلوسی‌های بی‌نهایت که جز فرهنگ ما مردم ایران است، به دلیل که سالیان سال حاکمان دیکتاتور به اسم شاه، به اسمای مختلف ما شاهنشاهان یا همه اینا داشتیم، همه یا چند دونم حمله چنگیز و مغول و نمیدونم کی که اصلا دیگه نمیخوام وقتتون اونجا بگذرم، با این اتفاقایی که افتاده ما یاد گرفتیم که باید حتما یه بالاتر داشته باشیم و چاپلوسی بکنیم. و الان متاسفانه در جمهوری اسلامی یک رهبر گذاشتن اون بالا که اصلا حرفش حرفه، یعنی فقط اونه که باید یک کلمه بگه، هرچی گفت تمومه، هر کی یک کلمه پس و پیش بخواد بکنه با جونش بازی کرده و
در واقع یه اصطلاح نمیدونم دارن استیزان یا اذن گرفتن از اجازه رهبری، در واقع هم استیزان میشه اذن یا اجازه گرفتن، و یکی دیگه حکم حکومتی، یعنی هر جا که سوال نکنه خودش یه حکم میده، میگه آقا این حکم حکومتیه، این قضیه تعطیل، این قضیه رو بیاریم، مثل داستان مطبوعات که داشتن رسیدگی میکردن، حکم حکومتی داد، مثلا تمام سیستم عرض کنم که مجلس ششم رو بین برد، اصلا تمام تلاش دو سه ماهه مجلس رو که میخواستن یک قاعده برای اصول مطبوعات بذارن که از اون اصول مطبوعات دوره پهلوی یا اصولی که آقای سعید امامی یا اسلامی داده بود از دست اون در بیاد، یه قاعده جدید بذارن که اصلا اونم کنفرکن شد با حکم حکومتی، که حکم حکومتی هم شخص آقای کروبی خوند که رئیس مجلس بود، که الان خودش در محصوره، در واقع در خونش هستش. من در واقع اینایی که دارم مطرح میکنم دوستان، نشانه اینه که در واقع ما قانون اساسی داریم، بعد خود قانون اساسی خودشو داره نفی میکنه، و بعد به مرحله عمل که میرسیم دیگه اصلا از همه چی در میاد، یعنی اصلا قانون اساسی بی خیال، قوانین بی خیال، اصلا قانون اسلام بی خیال، فقط یه حکم حکومتی اون که اون و که به قول معروف در جان و مال و ناموس ما دارن. چرا؟ چون از طرف خدا انتخاب شده، دکونم وا کردن موقعی که به دنیا آمده، گفته یا علی، بچم الان با امام زمان در هش و نش رو مرتب از طرف ایشون مطلب میشنبه و از این صحبت هاست. خب اینجا یه بحث دیگه هست که من مطرح کردم، چنگ آشنا بشید که بحث برابری یک واقعیته. یعنی چرا ماده یک گوشتن برابر؟ یعنی که ما اول انسان ها بدونیم که ما با هم برابریم، که در ماده دو بحث تبعیض خواهد شد که دیگه ما خود، یعنی در تبعیض رنگ و پوست و اینا، ولی در برابری ما برابریم. برای همینه وقتی میگن که یک جمهور یعنی همه مردم به همزه یک نفر حق رأی دارن، حق صحبت دارن، ما میتونیم یه رأی بدیم، میتونیم یه رأی بگیریم، یعنی این عین قضیه است. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی با به دلیل بودن مسائل مختلف مثل تقلید، در واقع ما میبینیم اجازه رشد حقوق ذاتی ما رو نمیدن، یعنی با یک سری قواعد حقوق ذاتی ما رو از ما میگیرن، یعنی اجازه اندیشیدن از ما میگیرن به عنوان تقلید، بعد حتی میتونن آموزش جدیدی هم که دارم من این اضافه این میخوام بگم، یه بحثی هست به نام تقیه، یه تقلید یه تقیه هم داریم. تقیه هم یعنی این که هر مسلمانی میتونه در شرایط خطر که قرار بگیره دروغ بگه، یعنی براعتی ریا و دروغ هم به ما یاد میدن، یعنی جزء اصول میذارن که تمام این قواعد مخالف اندیشه ورزش هست، که الان بحث ما در رابطه با ماده یک و بعض ورزشکاران هست که حالا داریم میگیم. من رسما اعلام میکنم هم زمان پهلوی و این زمان، چون من خودم ورزشکار اون دوره هستم و این دوره هم قهرمان بودم، یعنی من در هر دو دوره مدال دارم از آسیا، در هر دو دوره هم من عملا تبعیض رو دیدم، عملا برتری و غیر برتری رو دیدم و مشکلاتش هم میدونم چیه. و یکی از مواردی که در جامعه ما وجود داره، ما برای اینکه یاد گرفتیم فرهنگی داشته باشیم که حق رو همیشه زیر پا بذاریم، و زیر پا گذاشتن حق یکی از قواعد زندگی ما هست، یعنی ما حتی اگر یه جایی میشینیم، من مثلا میشینم مثلا میبینم که یه کسی داره بر علیه، یا ببخشید داره راجع به آقای حسنزاده داره بدی میگه، من فقط نگاهش میکنم تموم میشه میره، این نگاه کردن من غلطه، من بایستی عکس العمل نشون بدم، و ما جامعهمون اصلا بلد نیست. اگرم میگیم چرا نگفتی، آخه ناراحت میشد، خب به جهنم که ناراحت میشه، تو رفیق تو یا دوست تو یا هم نوع تو داره مسخره میکنه، زیر سوال میبره و تو نگاهش میکنی. این فرهنگو متاسفانه به ما یاد دادن و تو گوش ما کردن، صحبت یه روز و دو روز و 40 سال و 50 سال نیست، اقلن
2500 ساله به ما یاد دادن گوش به فرمان باشیم، به ما یاد دادن مطیع باشیم، به ما یاد دادن باید حقمون رو فکر نکنیم راجع بهش، چون هر حق رو بزرگتر ما با ما میگه. حالا بزرگتر ما میشه پدر خانواده یا مادر خانواده یا برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر الا ماشاءالله، یا بزرگ محله یا بزرگ شهر یا بزرگ ده کت خدا و و و و امثال هم. من تمام اصرارم توی این صحبتام بر این اساسه ما بایستی حقمون رو بشناسیم و مدعی حقمون باشیم و مطالبه گر باشیم، به خصوص جمعی که در این کمیته داره جمع میشه بایستی تلاش بکنه به همه برسونه و به همه این آگاهی رو بده. من یک کوتاه، البته همکار خوبمون راجب اخبار راجب وضعیت ورزشکارا خیلی خوب صحبت کردن، خیلی قشنگ تشریح کردن و اونایی که در واقع مجبور فرار شده بودن دلایلشو گفتن. خب یه لیست بلند بالا هست، اگر بخوایم به زمان پهلوی بریم میتونیم آقای قلیچخانی رو اسم ببریم، پرویز قلیچخانی به دلیل چپندیشی چون کمونیست بود گرفتن زندان کردن، بیچاره توبه نامه داد و اومد بیرون و فرار کرد فرانسه. آقای پرویز قلیچخانی یکی از فوتبالیست های درجه یک و نابغه مملکت ما بودن و یکی از دلایل، مثلا باز من اسم ایشونو میارم چون ما خیلی داریم ولی نمیخوام شلوغ کنم، نمیخوام زیاد اسم ببرم، ولی بعد از انقلابم که دیگه الا ماشاءالله ملت فرار کردن به دلایلی و یه سری که اسم بردن، ولی یکیشون برای من خیلی جالب بود که خانم پریسا فرشیدیه که قهرمان تکواندو بودن، ایشون در اردو به خاطر عینک آفتابی مسخرهش کردن و بیرونش کردن. من اصلا نمیفهمم اینا رو، یعنی این اصلا این موضوع چه ارتباطی داره؟ اصلا ورزش داره، ورزشکاری میکنه، کارش انجام میده. من خیلی صحبت کردم، ببخشید، خیلی خاطرات جالب دارم، دلم میخواست صحبت کنم ولی فکر کنم دیگه خستتون کرده باشم. من مایک آزاد میکنم، اگر خواستید به من بگید. من یک خاطره ای راجع به اینکه سال 61 سال نه 1360 دعوت کردن از من به عنوان رئیس هیئت شمشیربازی استان فارس که بیایم ورزش را اسلامی بکنیم، برای اسلامی کردن ورزش، که یه اتفاقاتی افتاد و خیلی جالبه، حالا فرصت شد براتون تعریف میکنم. و خاطرات دیگه هم دارم از زمان پهلوی که چرا منو نبردن، انتخابم قهرمان کشور شده بودم، منو نمیخواستن ببرن، رفتم شکایت کردم، ولی من همیشه دنبال حقم بودم، یعنی من هیچ وقت نذاشتم حق منو بخورن، یعنی گرفتم ازشون. ببخشید من باز میگم، من فوتبال بازی میکردم، کاپیتان دانشکده و دانشگاه بودم، دسته تهران بازی میکردم، مربی فوتبال من اسمش هم ناصر عظیمی در یک بازی خیلی مهم تو امجدیه منو گذاشت کنار خط و وقتی من اعتراض کردم گفت نه، حالا من تشخیص منه، من مربیم. و اون موقع من 19 سالم بود، موقعی که همون کسی که جای من گذاشته بود که پول گرفت و از پدرش جای من گذاشته بود دو تا سوتی داد، یه گل خورد، دقیقه 20 به من گفت برو تو زمین. گفتم دیگه فوتبال بازی نمی‌کنم، اصلا ورزش تیمی نمی‌کنم، ولی نکردم هم دیگه، فقط برای دانشگاه بازی می‌کردم. میخوام بگم که این اتفاقا همیشه هست. چرا؟ چون ما فرهنگمون مشکل داره، فرهنگمون فرهنگ استبداد زده است، فرهنگیه که همیشه از بالا دستور دادن، همیشه از بالا نگاه کردنه. چرا؟ چون ما حقمون رو ندونستیم و نمیدونستیم و اونا هم بال گرفتن، پروبال گرفتن، تونستن این کارا رو بکنن. من خیلی صحبت دارم برای ورزش، یه بار اصلا خاطرات میشینیم بگیم. من مایک آزاد میدم، تو من رو ول کنید، من تا شب براتون حرف میزنم. مرسی، خسته نباشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.